ҳамарӯза дари дили мо инсонҳоро даҳон нафар мекубанду вориди он шудан мехоҳанд. برخی از آنها وارد عالم باطنی ما گردیده نام خود را در صحیفات کتاب سفید آن درج کرده به زودی از خاطره ها زدوده می شوند. در قلب ما تنها و تنها همانهای ابدی می مانند که بزرگند و خیردمند و عاقل. این هم از آن خاطر است که ما با بزرگان خود را بزرگ می حسابیم، با عاقلان کوشش عاقلی را کرده از خیردمندان خیرد می آموزیم و صدا سیما و مهری آنها را در قلب خود ابدی گذاشتن می خواهیم. اما چون به خلوت که رفتیم با شم همسوز شده با او راز می گوییم و از زبانه سوزان آتشین آن رازجویی کرده پروانه خیالات خیش را بر علنگه آتش آن می افکنیم. ما اهل ایجاد برنامه درخش هنر تصمیم گرفتیم که این نوبت از ایجاد و فعالیت هنرمند برایتون قصه کرده باشیم که در حقیقت برکت ایجاد و اعجاز دیده است و تا لحظه های آخرین حیات خود روی صحنه تاجیک همچون اختر روشنده تابان هنرنمایی کرد و هنرمندانه، جوانمردانه و سربلندانه از صحنه زندگی و هنر رفت. انسان برابری آمدنش به دنیای هستی پیوسته در قلب آرزوهای را می پرورد که برای عملی نمودن آن همیشه جهد و تلاش کرده خود را از در به در و از کوی به کوی می افکند تا توانسته باشد سمت و جاده خود را در زندگی پیدا کرده در عالم خود نفسی آسوده کشد. شادروان نگینه رعوف و نیز تلاش ها کرد، از در بدری رفت و بالاخره دروازه قلب ها را با آهنگ و ترانه های مردمیش برای خیشتن کشاده کرده سفره هر دل را برایش مکانی نشست کرد. او پیوسته از مردم گرفته برای مردم می سرود، خیلی شیرین و خوش صدا می سرود که کس بسی شنیدن آهنگ و ترانه او را بزودی نمی کرد، چون که سیمای او زیبا بود که چشم خواهیشی به آخر دیدنش را میکرد. لحنش گوارا بود که گوش میلی قطع صدایش را نمیگذاشت. نزاکت او در صحنه جالب بود که همگان خواهیشی تکرار به تکرار دیدنش را میکردند. همین بود که او با چهره کشادی صحنویش، خوش خیرامی و پرمزمونی ترانه های مردمیش آمد به صحنه و جایگزین شد به دل و دیده مخلصان زیاد خود. اکنون که او از میان ما رفت، ما او را میجوییم و همرنگ و هموا و همتای ورا. که تو از یاد روی. این سخنهای برجسته در شخصیت یپهی نگینه رعوفا و بسیار و بسیار موافق هستند، چون که اون کس از هنر، از هنری والا، از ترانه های بسیار مهین و شیرین برای خودشون یک هیکلی به همتای گذاشتن که انشاءالله بعدی سپریشتنی چندین سال هم این هیکل آنچون که یک سنگ از باریدنی باران از خس و خاشاک و از چنگ تازه می شود، آنچون با گذشت سال ها هیکلی ساخته اپم از امی آهنگاش، از سروداش همینطور هر زمان سال به سال باز تازه شده جلاش زیادتر می شود. شخصا من بسیار خوشبخت هستم در حیات ایجادی خیش، در فعالیت ایجادی خیش که بسیار در آوانی بسیار جوان بودنم ما را خداوند آنشان موافق آورد که در بری اپای نگینه با کار شروع کردم. اپای نگینه همچه یک مربی بسیار سختگیر بودن، مثلا اگر صبح می بیاید مثلا مویسرتون شونه نکده باشد یا که گریبانی کرتاتون یکان لحظه یکان جاش قد باشد، البته اومده خودشون مثل مادر و مهربانی همون گریبان ساز میکردن، سرمون شونه میکردن و مثل مادر بودن و حتی در انتخاب ترانه ها، در انتخاب متن همه وقت مسئلیت خیش رو می دادن، چون که سابقه کاری اون کس بسیار زیاد و در اون لحظه برای شخصا من و اون جوانهایی که به این کار اومده بودیم اپای نگینه یک مثل یک کوهی بسیار پابرجا می توفتن و من نمی دونستم که اینقدر این آدم خاکسار هستند و اینقدر مهربان هستند. بعدا وقتی که
روزهای کاری پسی سر شدن، این کوهی بسیار پابرجا و از دور بسیار واهیمناک با یک خیرمنی پخته سبز سفید ملایم تبدیل یافت و که از آن ما جوان ها بسیار بهره بردیم. شکرانه میکنم که ملت ما چنین هنرمندی اصیل داشت. ما صاحب یک هنرمندی بسیار محبوب بود، یک هنرمندی که با ترانه های بسیار خلقشون، با سیمای زیبای تاجیکانشون، هر آنچه که مردم دوست می داشت مثلا او را ترانه می کرد. یک هنرمندی بودن در پای دیگه که قریب که با همه یک خیل رفتار می کردن، همه را دوست می داشتن، حتی تا خورترین کودکا را دوست می داشتن، احترام می کردن، همیشه کوشش می کردن که در بین مردم باشن، هیچگاه کنارجویی از مردم نداشتن. با کلون سالون بسیار شیشتن دوست می داشتن، هر جا که می رفتیم مثلا زن و مادر را می دیدن، نسبت اونا که احترام بسیار داشتن با اونا بسیار می شیشتن، از صحبت های اونا بهره می گرفتن، از زندگی پیشین اونا سراغ می کردن و شیشتا گوش می کردن، هم گوش می کردن هم چیز می گفتن که برای مردم بسیار عجیب بود، چون که خودشون هم در زندگی همه چیز رو در زندگی آموخته بودن، هر چیزی که آموختن فقط از روزگاری مردم، از تجربه مردم بود. نگینه دوامی فعالیت خود هم سرایید و هم ایجاد کرد و هم شاگردان زیادی رو به کمال رسانید. یکی از شاگردان محرومه که امروز ها نیز با یاد استادش کارو ایجاد میکند، آوازخوان انسمبل دریا محرمه شریف ها میباشد که تا به امروز پندهای از استاد گرفتهش را در خاطر دارد و به آن کار میگیرد. من که از خورده مخلص بودم و پینگنه را دوست میداشتم، همیشه آرزو میکردم که یک بار به دیدارشون برسم و چون دانشجویی دانشکده هنرهای زیبا شدم، فهمیدم که وقتی که ما دانشجوی سال چهارم می شویم، ما همچون تجربه آموز با کمیته تلویزیون و رادیو برای تجربه آموزی می رویم و نفرهای بودن که می گفتن که بیاید من شما رو با پای نگینه شناس کنم، ولی من با همین دوستداری ها، با همین مهر محبتی که نسبت شان داشتم، با همین قدر انتظار شدم، ولی باز 4 سال دیگر انتظار شدم که دانشجوی سال 4 شدم و خودم نزدشون روم و همین خیلی هم شد. وقتی که دانشجوی سال 4 شدم برای تجربه آموزی به انسمبل دولتی ششمقم ما تجربه آموزی رفتیم و من در همونجا پنگینه رو دیدم. من اون لحظه ها رو برای شما گفتن نمیتوانم، چون که من در اونجا سرود نمیخوندم، فقط برای تماشای اپای نگینه آمده بودم. این بود سال 1989 و برنامه دسته هنری دریا هم با کار اومدن هم سببش برنامه تکلیفی شادرمان اپای نگینه بود.
خندد یک زنی دلفگار می خندد یک زنی دلفگار می خندد فصل گل گل نسار می خندد لاله بر ناله زار می خندد لاله بر ناله زار می خندد لاله بر ناله زار می خندد این شخصیت دارای استعداد بلند در جاده صنعت بودند و خودی تاریخ گواه است که نگین راوپوا توانسته است در طول عمر خود همچون سرایندک یک راه و اسلوبی خیش را یعنی که کشف نماید یعنی که با همین راه یعنی که سرود و ترانه هایش را بسراید نگین راوپوا همچون صنعتکاری همیشه در تلاش و زحمت جستجوی سرود و ترانه های نو آهنگ های نو شعر های نو تازه ایجاد بودند و هنگامی وقتی که سرود ها ثبت میکردیم اون کس نسبت ثبت سرود چون خیلی جدی بودند بسیار طلبات سخت داشتن نسبت هم نوازندگان خب هم خود ثبت صفت ثبت شکری من بیرو که دلم از تو سر شد صندوقی سینم زیالم برزی در شد در صحن زندگانی دوروی و صد زبان مهری من و جفای تو اندر نبر شد دلم از تو سر شد دلم از تو سر در سر
سهمی زندگانی دوروی سد زبان مهری منو جفای در نبر شد دلم از تو سر شد دلم از تو سر شد دلم از تو سر شد اولین سرودهای نگینه رئوفوارا عاشقان و دلبختگان در دوره‌های عاشقانه خوانده به همدیگر از راز خیش توسط آن اظهار محبت می‌کردند. اگرچه نگینه از عشق می‌گفت و از محبت می‌سرود، ولی او با چهره کشادش هنگامی به صحنه برآمدنش با زمزمه سرود، با ایمو و اشاره خود از درد و وفا قصه می‌کرد. نگینه که از خردسالی پدر و مادر را از دست داد و یتیم مونده و دوام زندگی خود به مشکلی های زیاده روبرو شده بود. رسیدن به قلعه مراد برایش کار سهل نبود. ناآسودگی زیاده او را پیگیری میکرد و شکست ها روبرو میگشت. اما اکثرا شکست ها را او شکست میداد و راهش را به قلعه مراد دوام میداد. نگینه رئوفوا دلبخته بود به حکمت و فلسفه و خوشاوازی سرودهای مردمی. از همین لحاظ او بیشتر از دیگران کوشش میکرد تا سرودهای مردمی خود را میان مخلصان معرفی سازد. نگینه رئوف در صنعت سرود ملت ما یک سیمای ماندگار، یک سیمای فراموش ناشدنی، یک چهره که هر گاهی که هر کی علاقمند ایجادیاتی او باشد، سرودی او باشد، بیاد بیارد، حتما دلش روشن می شود. من با نگینه رئوف مدتی همکاری کردیم و دو سرودی مرا سروده بود. ثبت یک از اینها هست، ثبت دیگرش نمیدونم هست یا نیست. سنبول فیشان، ریحان فیشان، آن یار خندان آمده. اما این سرود خوب است، بسیار خوب آمدگی است. اما من چند سخن از اون برداشتی که خودم در باره نگینه رئوف دارم میخواهم عرض کنم. این است که وقتی که نگینه رئوف با سرود یک دسته گلم در ری فیض آباد است صداش برآمد، این گونه به صحنه آمدن هنرمند بسیار کم می شود. این به مانند یک ترکیش بود که در صحنه سرود، در صحنه موسیقی تاجیک یک چهره تازه، یک هنرمند کاملا تازه به میدان آمد با سرود اولینش. به اندیشه من سبب این گونه پربرکت شدن این سرود از آن عبارت است که اول اینکه سرود اصل است، سرود بسیار قدیمی است، سرود خلقی بسیار قدیم است، در دل مردم نشست، با آهنگ، با اجرا، با ادا و با اون سیمایی که نگینه رئوف روی صحنه آمد. نگینه رئوف با همون لباسی که از بین مردم، از حولی پدرش بیرون آمده بود، با همون لباس، با همون ایمیج در صحنه از اول تا آخری فعالیت ایجادیش ایستاد. تا ایروز پیروی زیاد میکنن برای لباسی بود. این نشانه اصالت داشتن هنری نگینه رئوف است، یعنی طبیعتا این گناه آمدگی است. گل بادام داره، یار خوش نام داره،
چشمی و محبینا چشمی ما ره بینا چشمی و محبینا چشمی ما ره بینا سوخت ما را ووله دلکی خام داره سوخت ما را ووله دلکی خام داره گلی بادام داره یاری خوشنام داره گلی بادام داره یاری خوشنام داره برای هش منتظره برشان داره برای هش منتظره و دا برشان داره گرچند شهرت و محبوبیت نیگین رئوفوا پیش از به انسمبل دریو آمدنش در اوج بود، ولی پس از تأسیس انسمبل مذکور نیز در آن یکی از آن نفرانی به حساب می رفت که با زحمت و تلاش و ترک بلند مضمون سرود و موسیقی توانست در معروفیت این دسته هنری نیز سهمگذار باشد. طور شاگردان می گویند این گروه هنری را که با نام انسمبل دریو روی کار آمده بود و نخست قدم های کوچک خود را به عرصه کمالات کامل می گذاشت، مخلصان با نیگینه رئوفوا دریو را می شناختند. نیگینه رئوفوا زیاد پیروان داشت و دوستان، شاگردان و دلباختگان، اما صرف نظر از نرمی و درشتی و اطوار انفرادیشان آنها را دوست می داشت و احترام همگان را به جا می آورد، چنان که خود هم با خوشلحنی و خوشگفتاریش تسخیر کننده قلبهای همگان گردیده بود. در کار بسیار نسبت هم خود و هم همکاران سختگیر بودند. از همه پیشتر با کارخانه وارد می شدند و جوانان را هم تلقین می نمودند که انتظامی نمونوی داشته باشند. همیشه با کار با تیاری بیایند. آوازشان همیشه برای اجرای سرود تیار باشد. مکتبی اپای نگینه بسیار مکتبی بسیار مقتدر است. مکتبی است که عجیب شما نیست که مکتبی خلقی است و یک مکتبی مخصوصی اپای نگینه نیست و یک مکتبی خلقی است. چون وای سروده های خلق رو میخون و تمام خوندهش برای خلق بود. امروز اگر چنده که استاد در بین ما نیستن ولی بازم ترانه هاشون با ما است، یاد نیکشون با ما است، پیرواشون بسیار است و تمام هنرمنده رو میبینم که تکرار ترانه های استاد پای نگینه رو میکنن و من هم همیشه کوشش میکنم در کنسرواتوار ملی تاجیکستان با شاگردان اول از ترانه های زنده یاد پای نگینه آموزم، چون که این خواهش دلی همون دانشجو است، خواهش دلی همون هنرمندای هست که میخوان مثلا از مکتب استاد بهره برن و من فکر میکنم که خوشبختی هنرمند هم همین است، اگر چنده که خودشون نیستند ولی ترانه های جاویدانیشون همیشه در زبان مردم است.
رو همگان دوست می داشتند و در وصفش شاعران زیاده شعر انشا کردند. در ترنمش همگی می کشیدند و برایش چندین سرودها بلب آوردند. او استادی هست برای کل شاگردان، رهنمای هزاران هنرمندان نوقدم. مثل مادر به هر کار افتاده مصلحت می داد و شاگردان نوقدم رو برای حفظ و نگهداشت صنعت اصیل تاجیک و سرودهای ملی و مردمی تلقین می نمود. باید که انسامل دریو تشکیل میشد و یک ازمونی کلام بود و سه چهار روز با همون سرشدن ازمون مونده بود و پنیگین از من پرسید که نام نویس کردی برای همین ازمون خودتر. من گفتم نه. دعوت کردن که برده حجتتون رو سپرید. برده سپردم همان مطربای همون انسامل دعوت کردن که همین محرمه دو ترانه مشق میکند با شما و در همین آزمون اشتراک میکند و در حقیقت من مشق کردم و با همین دو ترانه در آزمون اشتراک کردم و شامل دسته هنری دریو شدم و خوشبختانه از سال 89 تا لحظه اخیره که استاد کار میکردم همراهشون کار کردم. همچون یک مادر با همه
اون نفرانی که در انسامبل بودن غمخوری میکرد، همیشه در پستی و بلندی زندگی آنها همراه بود، همیشه برای نیکی مردم را، اهل کارمندان انسامبل را دعوت میکرد، همین چیز را دائما با اصرار طلب میکرد که در همه حالت زمینی باشند. هرچند ایجادشان، سرودشان پرواز بسیار بلند هم داشته باشد، لیکن همچون یک انسان باید که زمینی باشد. Hey, man, tiri tu fa.
میگویم که اگر چنده که مکتب های اولی مکتب های موسیقی رو نخونده بودند ولی در تمام ژانر های موسیقی خوب آزمایی کرده بودند، یعنی در ژانر استرادا در انسامبل گلشن کار میکردند، یک چند ترانه دارند که در همین ژانر سرویدند، در ارکستر اسباب های خلقی که نهایت مشکل است با ارکستری از بکنی خلقی، یعنی که موسیقی کسبی رو سرویدم. خواننده خلقی بودن، خواننده بودن که با تمام شریان جریان خونی مردم همراه بودن، خصوصا زنهای دیها، اونجایی که با دیهات می رفتیم زنهای دیها یکان سرود اپرا به عشق در چشم تماشا کردن نمی توانستن، گوش کردن نمی توانستن و بعدا هر بار ترانهای بسیار مقبول و دلخواست داشتن که التماس میکردن که اپا بخوند. مخلصای اپا از اونایی که محبتشون اونها رو میپیوست با اپا خالی نبود و اونجا هم زدن میدار آمدن و با اپا که صحبت کنیم. هنرمند زنده‌یاد نگینه رعوف و تا لحظه های آخرین حیات خیش با صنعت بود و روی صحنه او با مخلصان خیش از آن صنعت اصیل تاجیک رو میشنواند و از دوری های دور برای همون سرود و ترانه ها رو با لحن و آواز شیوه و دلنشین تاجیکانه خود گوش رس میکرد. اگرچه امروز ها نگین صنعت تاجیک نگین رعوف و با ما نیست، یاد خاطره ها ما رو به سامانه ها میزند و به دکان فیته و سبت ها نوای و صدا و شیوه گفتار و سرودخانی او را ما از سبت خاطره ها میجویم، شنیدنش میخواهیم و دیدن، چون که او برای نسل کلانسال سرود اسکر بچه را سرایید و برای میهن پرستان بوی دیار و مهر وطن را گوش رس کرد. از خدمتی از کریبیا یا خبروش از خدمتی از کریبیا یا خبروش نگینه رعوفوا در حقیقت نگینه بود، نگین صحنه تاجیک. او هرگاه به صحنه می برآمد تنها دلها را تسخیر می کرد و قلبها را به تپیش می در آورد. او خود را میان مخلصان و هواداران سرود و موسیقی با سرودهای اسکربچه، بوی گل، قدت بلند است، دختر کچتاقی، نازم به چشمانت، نرگس شهلا معرفی ساخت.
امروز هم این سرودها یعنی که شنونده دارن، تماشابین دارن، یعنی که مخلصان خود را دارن که امروز هم یعنی که همیشه درخواست میشوند از جانب مخلصان. مثلا یکی از هنرمندان بزرگ جهانی ادیت پیاف این سالهای 50 وفات کردگی است. این یک خانم بسیار نحیفی، کم گوشتی، بسیار دغل گویم اگر اینقدر زیبا نبود، اما تا هنوز ادیت پیاف در جهان ادیت پیاف است، اون گونه مانده است. یعنی هر چیزی که با آن گونه که به این دنیا می آید فرق نمی کند، انسان هست، یک رستنی هست، دیگر و دیگر هست، در اون شکل زیباست که در اون شکل به جهان آمده است. نگین روف با همون شکل، با همون سیما، با همون صدا، با همون ادا می گویند، یعنی رفتار صحنویی که طبیعتاً به دنیا آمده بود، همین گونه روی صحنه آمد و همین گونه با سری بلند، با نامی بلند از این صحنه بیرون رفت.
шодрамуни генерауфова танҳо бо завқ месуруд. Аз ишқу муҳаббат мегуфту, дили ҳамагонро тасхир месохт. Бо меҳру муҳаббат сухан мекарду, дигаронро ба сӯи зебоӣ ва ба зиндагии некӯ раҳнамон месохт. او گویا که از مرگ خیش آگاه بود، زیرو همگی چند ساعت قبل از درگذشت خیش او با مخلصان و در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت ورزید و در آن با دلدادگان سرودهای مردمی سرود ویدای ابدیت را به لب آورد. در آخرین لحظه های حیات خیش نگینه همون نگینه بود روی صحنه و در حلقه مخلصان و دلبختگانش او لبخند میزد و اشاره های صحنویش برجا بود. گاهی دیگر شیرین سخنی میکرد و از مهر و صداقت، کمالات کامل انسانی و نکونامی در زندگی سخن میگفت. ولی این همه خوشگفتاری های او به آن خاطر بوده است که با بیان کردن گفته های نگفتهش او مهر خاموشی بر لب زد و چشم خیشتن را پوشیده ساخته راه پیش گیرد و جهان ابدیت. مادری خوشبخت هستم که باز روی مبارک شما را دادرای اپا فرزندای عزیز باز میبینم. یک سال گذشت کی ها طرف جان در می تولور بودیم بوینا تغییرم نیافتید تو این سیرج در چی گوشه نه یک ما بسیار سیروی پناهی دارم همه شما در اینجا نمیگم ما با شما زنده ایم یک منی تمام صنعت کارو با شما زنده ایم فرکتای اپا دادرکوی اپا شما هستین صنعتکارو هیچ وقت پیر نمیشه. لیکن من بسیار میگم که الهو پیرم که شویم بگذار دولتی پیری بینیم. از روی فرزندو با خلق عزیزم با شما دادره اپا برای که شما آینده تاجگستانی جان و جانی ما هستیم. برای همون من بسیار تاکید میکنم که در همه وقت در همه کاری نیکی شما فعال باشین، در اینستیتوت هم در مکتب هم در همه جا سربلند باشین، دلی پاک داشته باشین. نگین راوفوا 22 دکبر سال 2010 در سن 65 سالگی این دنیا را پدرود گفت، ولی نام او، صنعت والای او تا امروز در دل و دیده دوستان و مخلصان باقی مانده است. یاد اپای نگینه همیشه در دل من هست. ترانه هاشون کم میخونم چون که به قول دلم نمیشود. همیشه از اون خرسند میشم هرگاهی که با یکون معرکه با یکون جو میروم. از اون خرسند میشم که چون من رو میبینم سر اول یاد اپای نگینه رو میکنم. از اول از استاد اپای نگینه میپرسم. الان همین چیز برای من بسیار گواره است که مردم تا به این روز اپای نگینه را فراموش نکرده است. هرگز اپای نگینه فراموش نمیشود. نگینه راوفوا از آقا در ایجاد نگینه راوفوا شکوه ها از ایام روزگار، از ناجوری های فلک، از سنگدلی این چرخ کهنسال گردون گردنده زیاد بود. او با سرودهایش به مقابل ناسازگاری های زندگی و روزگار، ناعدالتی های زمانه مبارزه می برد. او در این راه مبارزه بود که با لبخند ناتکرارش تمام مخلصانش را شیفته خود می ساخت. همین بود که همه جهد و تلاش او را دولت و حکومت مملکت به اینابت گرفته، زحمت های او با یک قطار دیپلم و جایزه و مکافات ها قدردانی کرده شد. سال 1971 موصوف به دریافت جایزه به نام ابو عبدالله رودکی سزاوار گردیده، سال 1977 عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. فکر میکنم که با ترانه های جاویدانیشون، با سیمای زیبای تاجیکانشون، با اون رقص های زیبایی که فقط خاص اپای نگینه بود، همیشه در دل همه مردمی تاجیک میمونند. یادشون بخیر. نگین راوفوا دوام فعالیت ایجادی خود از جوانی تا به پیری راه روی یک راه بود و قدم از اون بیرون ننهاد. او در راه عشق قدم میزد.
محبت به دل داده، دل بختگی به میهن، شیفته فرهنگ خود بودن، شیوه زندگانی این سراینده محبوب بود. اگرچه نگینه راوفوا در اولین سرود خیش از نومهربانی یار قصه میکرد و در سیمای محبوب خود فلک را میدید و جفا خورده یا رنجیده یاره را، فعالیت اجوری خود را نیز با همین مضمون جنبس کرد و رفت. عشق منم در سینه